در همین چند روز گذشته افراد زیادی که با شما سابقه همکاری داشتن برای من اسکرین شات و چیزهایی فرستادن که همشون فقط سلام رفقا، به کانال اینا نواشی خیلی خوش اومدین. امروز هم با اخبار و حواشی اخیر در خدمت شماییم. جواب جنجالی دنیا دادرسان به سارن و سر، امروز اومدیم این قضیه رو دنبال کنیم. پس لطفا با لایک و کامنت و سابسکرایب ازمون حمایت کنید و کمی انرژی بدین. راستی زنگوله رو یادت نره بزنید تا اولین نفر از اخبار و حواشی با خبر بشی. بعد از اینکه سهل لایو میذاره و میگیره روی دنیا دادرسان که توی ویدیو قبلی لایوش رو کامل گذاشتیم، حالا دنیا در جواب سهر و سارن حرفای مهمی میزنه که قراره توی این ویدیو با هم ببینیم. حرف زیادی نمیزنم که حوصله‌تون سر نره، چون همشو تو ویدیوهای قبلی توضیح دادیم. این بالا هم میاد، میتونی بری ببینیش. پس یه راست بریم سراغ این ویدیو جنجالی. حرف‌های شما سرشار از تناقض بود. شما توی ویدیوهاتون میگین آدمی هستین که سرتون توی زندگی خودتونه. پس این کاری که الان دارید میکنید یعنی چی؟ این اتفاقی که الان داره میفته یعنی چی؟ مگه من تا به الان صحبتی در مورد شما کردم؟ شما گفتین که اسم من دنیا دادرسان اگه قرار بود کاری بکنه برای خودم میگه. پس چرا اطلاعاتی که از این بنده حقیر ناچیز کمترین دارین از دید شما میلیون ها دلار ارزش داره؟ بالاخره من ارزشمند هستم یا نه؟ من الان که نشستم دارم ویدیو میگیرم دیگه سعی میکنم با فکت صحبت کنم، نه چیزی که وجود خارجی ندارن. فالوورهای من در اپلیکیشن رادیو جوان با وجود اینکه شما سالها قبلتر از من فعالیتتون رو شروع کردید و حمایت شدین بیشتره. تعداد پلی چک های هیچ شده من بیشتر. فالوورهای من در اپلیکیشن رادیو جوان بیشتره با وجود اینکه شما خیلی وقت‌تر از من شروع به فعالیت کردید و حمایت شدید از سمت رادیو جوان. میدونم الان جوابتون چیه. پس رادیو جوان رو کلا میذاریم کنار، اصلا دیگه راجع به رادیو جوان صحبت نمی‌کنیم، میریم سراغ پلتفرم‌های دیگه. سابسکرایبرهای من در یوتیوب بیشتر از شماست. من با سبب گوگل و یوتیوب هم رابطه پنهانی دارم. اوکی، میگم شاید چون سن من از شما کمتره، انرژی بیشتره، انگیزه بیشتر و تمرکز بیشتری روی تولید موزیک ویدیو محتوا هم دارم، وقت گذاشتم برای کانال یوتیوبم، تونستم مخاطب جذب کنم. که البته بماند که شما هم به نوبه خودتون موزیک ویدیوهایی دارین که خیلی پر بازدیدن، خیلی هم خوبه. گود فور یو. پلی های ماهانه من در اسپاتیفای چندین برابر شماست. دوباره میرسیم به چی؟ البته پنهانی. البته اینم اضافه کنم دوستان، به هیچ عنوان داستان این نیستش که رادیو جوان الان اومده کنسرت و کارگردان و موزیک ویدیو و پر پول و پروداکشن و ست و لباسای مختلف و میکاپ آرتیست و عکاس و ست دیزاینر و اینا در اختیار من گذاشته، میگه دنیا برو این کارو کن اون کارو کن. نه، اینطور نیست. همین ویدیوی آخری که من همین تیزر آخری که مال کارتنلی آهنگ جدیدم عید قراره بیاد، همه اینا رو من با فکر خودم برنامه‌ریزی خودم جلو میبرم درست میکنم. اکثر ویدیوهایی که از من دیدین، عمو حسن، آبی آسمون، چیپس، من بدم، مغرور، همه رو اکثریت ایده ها من خودم ایده دادم، خودم برنامه‌ریزی کردم، خودم اومدم مود بورد درست کردم، خودم من همه کاراشو بردم جلو. اکثریت آرتیست ها، بیشتر همه آرتیست ها این فرصت ها بهشون داده شده. ببینید بحث من اصلا این نیست که شما من بهتری، من شما بهترم، هر کدوم ما مخاطب خودمون رو داریم، شفیه دو سبک ما با هم متفاوت بشه، اما من شما رو هیچ وقت مورد تمسخر قرار نمیدم. اگه کار شما سلیقه من نباشه، شما به عنوان یک خواننده برای من کاملا قابل احترامی. اینا رو هم دارم میگم که یه مثال بزنم. ساسی سالها قبلتر از من کار کرده، توی کارش مهارت داره، همیشه هم بلد بوده چطوری جواب توجه مخاطب رو جلب کنه و پلی بگیره. هزینه های پروداکشن های کارهای سیستم هیچ وقت کم نبوده، بلکه از من چندین برابر بیشتر هم بوده. رادیو جوان هم همیشه تولیدات ساسی رو انجام داده، پلی و ویو و کارهای سیستم همیشه من بیشتر بوده. آیا من کنار گذاشته شدم؟ اصلا این چیزی که ما همیشه خودم من ساسیو میبینیم با هم رجوش میخندیم، میگم ساسی فقط اسم من بد در رفت و تو یه موزیک ویدیو هفت تا ویدیو منه. من اصلا به اتفاقاتی که شما خودتون با اون لیبل دارین کاری ندارم، اما یاد بگیریم تو هر فیلدی کار میکنیم اگه یه روز کنار گذاشته شدیم، دنبال نقاط ایراد و اشکالات خودمون بگردیم، اونا رو درست کنیم، جایی که فکر کنیم یکی دیگه الان جای ما رو تعیین کرده. داستان تولد، آره روز تولدتون عکس و فیلمم ازش هست، همه اونا رو هم خود من گرفتم. با توجه به گاردی که شما نسبت به من داشتین که تمام دوستان و حتی خانواده خودتون، مامان خودتون با من راجع به این مسئله صحبت کرد تو کنسرتی که گفتین منو دعوت کردین ولی من خودم اومده بودم کنسرت شما، کسی من دعوت نکرده بود که بخوام یه رابطه ای رو با شما شکل بدم، اوکی دوستی به وجود بیارم، اما اینطور نشد. چرا شد؟ چون شما نخواستین. من به شما پیشنهاد همکاری دادم چون اون زمان فقط
با وجه هنری شما روبرو بودم، شناخت کافی از شخصیت شما نداشتم. تکلیف شما با من روشن نیست. من مهم هستم یا نیستم؟ اگه دوست نداشتین کنار من کنسرت بذارید، پس چرا نقاب زدین این کارو انجام دادید؟ اگه من در پلتفرم قدرت زیادی دارم، چرا پیشنهاد همکاری که خودم بهتون دادم رو رد کردید؟ اگه من سوگلی پلتفرم هستم، چرا شما رو مجبور نکردن که باید با هم فیت داشته باشیم؟ مثل کنسرتی که به قول شما به اجبار به شما گفته شده بعد من اجرا کنید. نه تاثیر نه قدرت سوگلی پلتفرم که با جواب نه به همکاری شما که با جواب نه به همکاری شما کنار برید. اگه مهم نیستم، چرا چند روز بخش زیادی از استوری ها و لایف های شما فقط در مورد منه؟ چرا اگه دوست داشتید در کنار من اجرا داشته باشید، اگه من اینقدر کوچیکم و اصلا بر حد شما نیستم، چرا خواهرتون برای من لباس فرستاد که من مثلا عکس بگیرم استوری کنم که این کارم کردم؟ اتفاقا من عکس گذاشتم، استوری گذاشتم و تگشونم کردم. شما تو لایوتون دارین به ما درس از انسانیت میدین؟ احترام بزرگتر؟ اصول من رفتار متقابل هست خانم، فارغ از هر چیزی. وقتی کسی در مورد من به مردمی که من صبح تا شب واسه همین مردم دارم زحمت بکشم اطلاعات غلط میده، نه کوچیک و بزرگ برام مهمه، نه زن و مرد برام مهمه، نه جایگاه طرف برام مهمه، محکم میام جلوی خودم دفاع میکنم دیگه. حداقل این حق رو من دارم که خودم دفاع کنم دیگه. بله توی وایسا ناراحتم، عصبانیم، پرخاشگرم، که این یک چیز کاملا طبیعی وقتی کسی باعث رنج شما شده، باعث ناراحتی شما شده. من چندین سال خانوم از سمت افرادی مثل شما، آرتیست هایی مثل شما و طرفداراشون دارم مورد حمله قرار میگیرم. من دارم تو سوشال مدیا بولی میشم از دست شما. شما که درس از انسانیت میدید، وقتی همکار شما، همجنس شما مثلا، وقتی یک انسان رو اینقدر اذیت کردید، وقتی وایس هاشو دارید گوش میدید که اینقدر ناراحت، عصبانی، ناراحتیش رو میبینید، میخندید، لذت میبرید از اینکه یه آدم رو اینقدر دلگیر کردین. شما که احترام بزرگتر و اصول انسانی براتون در اولویته، به عنوان یک پیشکسوت خودتون هنوز نمیدونین اگه با کسی به هر دلیلی چه حق با شما باشه، چه نه مشکلی دارید، این مشکل فقط بین شما دو نفره. خانم شما به هیچ عنوان حق ندارید راجع به خانواده من و تربیت خانوادگی من اظهار نظر کنید. یک خبر خیلی مهم دارم براتون. جدیدن شرکت هنروپی نیروی پشتیبانی استخدام میکنه به صورت تمام وقت و حضوری در تهران. اگه حس میکنی که میتونی در زمینه پشتیبانی یوتیوب و یوتیوبرها کمک کنی، از طریق لینک دیسکریپشن اقدام کن و رزومت رو برای هنروپی ارسال کن. تنها شرطی که داره اینه که حداقل 18 سالت باشه و با یوتیوب آشنایی داشته باشی و به زبان انگلیسی مسلط باشی. در همین چند روز گذشته افراد زیادی که با شما سابقه همکاری داشتن برای من اسکرین شات و چیزهایی فرستادن که همشون فقط به من این رو نشون داد که هیچ کدوم خوشحال و راضی نبودن از اکسپریانسی که با شما داشتن. این نتیجه کلی بود که من گرفتم. اسمشون رو نمیارم، اسکرین شاتشون هم نمیذارم بدون اجازه. اگه روزی اجازه دادن خودشون خواستن حتما. اما شاید بهتر باشه یه مقدار تو رفتارتون تجدید نظر کنید که یه مقدار به خوبی از شما یاد بشه. برگشتی میگین توی استوریتون که 7000 شب اجرا داشتید. مینیموم دستمزد شما برای هر اجرا چقدر خانم؟ 10000 تا 5000 تا 1000 دلار. 1000 دلار هستن مینیمومش حساب میکنید. اگه برای هر 7000 اجرا 1000 دلار گرفته بودین، الان به 7 میلیون سرمایه داشتید دیگه. فکر کنم این خود شمایید که میلیون دلاری هستین، میلیون دلار ارزش دارین. پس چرا برای در کنار قرار گرفتن من و کنسرت مشترک دلیل شما فقط نیاز مالی بوده؟ چندین ساله که در مورد رابطه پنهانی من با افرادی صحبت شده که من با یه نفری رابطه های پنهانی دارم و همه راجبش حرف میزنم. چند ثانیه وقت میذارم تا خیلی ساده جواب سالها وقتی که گذاشتید رو بگیرید. تو تمام این سالها تا حد اقل یک سال، یک سال و نیم پیش، عکس های من با پارتنرم توی اون دوران داخل اینستاگرام هم بوده، توی یوتیوب بوده، تو تیک تاک بوده. یه سرچ ساده تو گوگل هم بکنید، همه چی در دسترسه. در صورتی که این آدمی که من باشدم اصلا هیچ جوره اصلا کارش به موزیک ربطی نداشت. تو مارکت های خارجی خواننده های سطح خیلی بالاتر از ما با لیبل های خیلی زیاد و متفاوت کار میکنن. آیا همیشه همکاری بین کمپانی های خواننده در کل دنیا تا ابد ادامه داره؟ اختلاف نظر بوده، سلیقه بوده، همیشه بوده و هست. در بیشتر موارد همکاری که یه روزی تموم میشن به خاطر همین اختلاف نظر و اینا بوده. به جای این کارا
ممنون میتونیم باشیم از هر کسی که روزی در گذشته برای دیده شدن ما تلاش کرده، حتی اگه منفعت خودش هم اون وسط یه چیزی خودشون هم یه منفعتی از این داستان میبردن. خانم سر، من برای شما و افرادی مثل شما که آرتیست های دیگه که مثل شما میگن اطلاعاتی راجع به من دارن که میلیون ها دلار ارزش داره، حرف ها و توطئه ها و چیزهایی میدونن که یک روزی میخوان راجبش صحبت کنن و میلیون ها دلار ارزش داره، یه پیشنهاد دارم. شما خودتون 4 میلیون فالوور تو اینستاگرامتون دارین، اگه بخوایم بگیم اون یکی افرادم فالوورشون رو در کنار شما بذارن 5 6 میلیون فالوور میشه دیگه، مینیمم 1 2 میلیون نفر از این فالوورها اوکی ان نفری 1 دلار به شما بدن دیگه. شما ببینید وبسایت بزنین، از این افراد کمک بخواین که از 1 دلار شروع شه، بیان دونیت کنن به این وبسایت، شما یه درآمد میلیون دلاری در میاری. اصلا پلتفرم خودتونم بزنین، اصلا کاراتون از همونجا پخش کنین که دیگه فکر نکنین کسی جای شما رو تنگ کرده. اوکی؟ اما در ازاش وظیفتونه بیاین اون اطلاعات میلیون دلاری که در مورد من دارین رو به مردم بگین، که هم خودتون راحت شین، هم من بدونم این چیه که همه شما میدونید من نمیدونم، هم مردمی که براشون سوال شده این داستانا جواب سوالشون رو بگیرن. هم میلیون دلارتون رو گرفتین، اون چیزی که فکر میکنید ارزشه، اون چیزی که میگین دیگه، میگین میلیون دلار ارزش داره، اون چیزی که من میدونین اونو میگیرین، هممونم راحت میشیم. نه، نظرتون راجع به این قضیه چیه؟